عصبانی بشه به خاطر حق اشکالی ندارد. آدم به خاطر حق امیر المؤمنین علیه السلام، به خاطر مظلومیت اهل بیت علیه السلام عصبانی بشود، یا به خاطر اینکه کافران حق اهل بیت علیه السلام را غصب کردند، و یا اینکه ظالمان اینجا زنگ میزنند و امور حق را از حق اهل بیت علیه السلام منکر میشوند، در این مسئله حالا شما فرضاً بکنید من عصبانی شدم، این هر انسان با غیرت، هر مؤمن با شرف وظیفه‌اش اینه که اینجا عصبانی بشود، و اون کسی که امیر المؤمنین علیه السلام را مظلوم میبیند در اونجا ناراحت نمیشود، او آدم بی ایمانیه و دجالیه و لا مذهبه. لذا برادر بزرگوار من، کسی میآید اینجا حدیث شریف غدیر را منکر میشود، عصمت امیر المؤمنین علیه السلام را منکر میشود، امام عصر علیه السلام را میگد وجود ندارد چون عمرش طولانیه، من اینجا غضبناک میشوم، این اشکالی، این کار خوبیه، این دلالت بر تعصب نمودن بر حق، تعصب نمودن از بخاطر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، این عین ایمانه. اون کسی که این را نمیداند و نمیفهمد، او باید بخاطر بی ایمانی خودش و بی دینی خودش و دجالی بودن خودش به حال خودش باید گریه کنه. بله، متوجه شدی؟ بله. من قبول دارم حرف شما رو، قبول داری پس اعتراض نکن، وقتی قبول داری پس نگو که من دل زده شدم، پس منافقت رو رها کن، بگو نگو که من دل زده شدم. بله.